کاریو شام پاکاول خو بخې جنګ او خو خدای سمو معلوم نه کیږي تر کاری پاکاول کته مستریا خره مرسته تر کاری پاکاکه مسخه نه سکواله نه سم خوړی نه خوړ سم ته یې هم د شان تر کی نو وخت د دې سیګ دا کارونه هغه بل خبرونه کې پرتا یې زره دې کې پاک نه کړګا زری پر موږ یې میوه جوړ کړل بخپل وای بیچ راسی خبرونه پایسې دا اوس کې ټول ما کړی خوې ما زله سره تیروم دغه ولا وی کوي به به جوړی مجبور یو کنه چې وی کو فکر کوم ته دغه ټوټه کوا کې پوسټ ای زه ټوټه کوم فکر کوم دی ویل چې پوسټ دا به پوسټ ای کا سپینکا سپینکا او زه خیر اوس به دا کوم بل دانه به پوسټ خو سید بیا نور سپینکا دل پر چې اوس خو راسپارل چې دا کارونه خلاص خبرونه لا تر اوسه پاتې ده خلق پتا مې چې خبرونه شروع کوو اوس مخیل دینه او چې دا وکړي چې لکه انده له څراغ لا ورته ورته موږ ډېر کارونه نه کوو خپلې کا خورتا وای نن به دانه راځي چې په سیمه مشه پریشي ول نه راځي راځي فشار یو کنه نه راغلې و او میکاپ وکه به خو ویل چې لکه نور کارم لرم میکاپ می پات تاسو لار سي بیا تر اوسه وایز درځم د خبرونه مخکې تاسو ترکاری شانم جوړ کړی به دې شي جوړ سو ټوټي ټوټي مکا وا وایره هغه بیا خپل مسکا جوړی به نه خو بیرته بیرته نس کولې چې سره شکاستی بي بي کې که تاسو نو د کار تر کوي چې بیا په ژوند کې کار در باندې ونه کې وکنه خو هم دغه نو تاسو چې موږ دل پر کوو سي بیا را ته وسپاري کوم کې مم ده سي نن کار ته خراب کوم خو خر کار نه کوم خو سکر ته وسپاري بیا دوه خرابو یا نه کار ته خراب جوړې نه چې بس نور ته نه وای چې دا ته کړی ته جوړه کې یا می ورته جوړه اوس په دفتر کې به مسکات په برنامه کې کار کوي د خدای د پور خیر دا غده کنه نن به ورسره کوم دا مې پرونه ورته وغه ورسره وغه کې کو ورته وای چې خیر لګ دی وخت راځي دفتر ته ځکه اوس خو مسولیت دی کنه وخت دراسي تر اوسه د میک اپ او شا نور جامې د ټول کریم پلس کې خپل پخلی ته د آمادګی مونږ سي تیارې دي مونږ سي مونږ ایلم ځم خپل خبرونه زه بل تاسو سره غشني سپا کوم رسیدنه وکړو اوس دا مثلا د شام د سکارټ کولم پی چټل سي یا لاسونم رنگ واخلي مثلا که کومه ورځ تور بانجان باندې سپین کی نو هغه خو ګټ خطوري کی بیا هغه پاکیږي نه په اسانه تور بانجان خو نن کار ته سم نه کوو چې کار کې نه صدا کار کې خو تور بانجان هم در باندې سپین نه نن کار ته سم نه کوو چې بس برته وای شي چیرته دا اوس څه خبره یم نه درغله تر اوسه دا غفې شن نه خلاصيږي ټلیفونونه نشته څنګه وښه نه ټلیفونونه مون پاتې نه دم راوړې کپرم کې لکه سید څنګه اوس خو په غریبت کې گیر کو داسه غایبات روان دي سلام سلام څنګه ما د چیرته وایس نه راځي برنامه ته به کوم برنامه به خوند ده لکه سي دا میوه به مو مينځم تاسو ما غایبات شروع کړی وو کنه نه خو میوه ته تللی میوه دي مينځله او تا و مينځه سونه بد کار دی دا غایبات کول ولی چاره غایبات خوب بد کار دی خو مونږ خو نه تا کړی مونږ کله کړی ته نه ما خو ورو زه ولرم چې دا میوه مو مينځله وخت تاسو غایبات شروع کړی خبرونه هم شروع ده خبرونه شي او دا کوم خبر څه وی دی لکه قط نه وي نه مشه نه بم اخر شو چې ټول لیدونکو شاید د چتا سم غیبت سم وکړو نه مش غیبت نه وکړو ما کنه بم اف تر اوسه پر د سر سم نه نه نو ما ټول اوریدو ال تمام میوه منځلا وخت د زه خنوم د سینا نه مخسر بعد کار دی کنه نه شګوفه به سر کو دی اخر وانت نه هر دمه کوي غت ماما غریدي خبر نه یاست چې زت للم د میوه منځما نه موږ غایبت نه دی کړم موږ ول چې مسکا ول چې ترکاری جوړ کړم جمرال ترکاری جوړ نه ایت پاتار کریم پاک مکه زرا کې زخ پلا پاک نه خیر دې موږ پاکړې دې مال په جنې چپسا په خبر پرې چې دا موږ بل جوړ کړو چې نو موږ پاتې جنې وسم پاکړې دې او هغه ته نه نو سم ویلې خیر دې موږ ول چې تم راس بیا بد ته موږ فکر کړ ټول کارونه په موږ کې یا ته اتمان په میکا پروم کې یا به کوم چیرې سلفی اخر موږ څه خبر وسته مې وا خدای ورته ویلې ملګه دغه کې ملګه کار نه غایبت خو هیڅ کار نه ده کنه ملتا کار لوي خوره کوي ترڅو چې مونږ یو خبر باندې نه پیګو خدای چې غیبت ونه کوو څنګه لیدون کوم زه مطمئنم چې لیدون کوم دا وایي چې غیبت خنه ده او مونږ چې نه پیګو چې یو سړی باندې چغسته کار کوي چې ته بوخ ده هغه دغه غیبت کوي که تاسو باندې اوس مستری بوسی کول دې مو سره مسکا اول به مسکا مونږ ته بخنه وکړي خیر غیبت نه کړه خو ته بخنه نه نو ریس مشکل نه ده خو بیا تکرار نشي بیا تکرار ایا سلام هم لیدن کو ته کوم سیدم غړې مونږ کوري خو دې چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله سو کالج په خیر سره رپل کړی دا رکسره خبرونه د اوس اصل پر تاسو ته وړاندې کیږي او همداسې باید یادونه کوم خبرونه کې را سره ډیر خو میلمانه دي پس را پوری ځنګړې میرمنه تاسو پر ډیر دلګانې هم لري تر پای را سره وګورئ را سره ووري چې څه وینا لري تاسو لپاره همدا سې دنچني چې کوي ما سې دي
دوی هم ډېرې ښې خبرې لري، ډېرې ښې ډالېګانې راوړي دي وای ډېره ښه خبرې کوي خو ډېره ښه غیبت هم کوي. نه موسکا جانې څه ورته وایي، کم خو درته راغلو خجالت خصول خو خیر ته نو ډېره دی فرشتې خبره مه خجالته وه. زه به هم په خپلوار سره خپلو قدرمنو لیدونکو سره ستړې مشي وکړم، قدرمنو پلرونو، مهربانه میندو او اتلو ځوانانو، ښکلو پیغلو او قندولکو ماشومانو، شپه مو نیکمرغه، هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ او هر چېرې څه یې شپې ورځې مو تر دې دمه په خیر په خوښۍ سره تېرې کړې اوسئ او د ژوند چارې مو په بریالیتوب سره تېرې شه. انشاءالله چې روغ و جوړ یاستئ، هغه کسان چې ناروغان دي هغوی ته هم ټول په ګډه سره دعا کوو چې الله پاک دې روغ صحت ور په نصیب کړي، او هغه کسان هم چې مسافر دي هغوی دې هم په همغه ځایونو کې څه دي خوښ او خوشحاله دي اوسئ. د رکسانه خپرونه مو پیل کړله په غیبت نه نه په غیبت کې اصل کې داسې ولیدونکو چې په دې کې ډېر لوی پیغام هم پروت و، هغه کسانو ته موږ شاید د دې نه خبر ونه اوسئ. ځینې کسان داسې واقعا ډېر زیات غیبت کوي متاسفانه، خو هغه کس په اړه دوی خبرې کوي د هغې له حقیقت نه شاید خبر نه وي چې هغه به کوم بل کار کې بس په شاید ډېر اړین کار کې به بوختي. زه هم دا وایم کنه فرشتې، تاسو ولې د سلات جوړوئ؟ دا ولې جوړ نه کړو؟ شګوفه تاسو ته وایم د سلات جوړ کړه، خو تا خپله ویل چې ترکاري جوړ کړي سلا سره په غیبت کې تېرې او هېڅ نه پوهېږي چې څه کار وکړي. نه تا خپله ویل چې سلا جوړ کړي، نور خواړه زه تیارو. دا سلات زه نه جوړوم فرشتې، دا زه برګر جوړوم. خیر د څه ورته وایي، رومي بانجان او بادرنګ یې مونږ وایي نوشتي جان کو چې ډېرې نجونېنو سره سلام علیکم کوم فرشتې. زه هم سلام لرم ټول لیدونکو ته، ډېره خوشحاله یم چې خبرونه کې زه تاسو سره یم. او نن هم برګر جوړه ما زه به تا ترکاري واخلم تر څو چې د نورې خراب نه کړي. هغه ترکاري ما ته راکړي زه به ولاړ شم. شګوفه به هم لنډه ستړي مشي وکړي، بیا به دمه واخلو. که څنګه شګوفه د برګر ورته جوړ کړم؟ او زه خپله کوم فرشتې، دونه چې د خراب کو نور خراب مه کوه واخله. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلې مې د لمر نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم، په خصوص د رخشانې لیدونکو ته. په دې هیله چې یوه اونۍ مو په ډېرې خوشي خوشحالي تیر کړې اوسئ. او یو ځل بیا هم رخشانه خپرونه پیل سوله، زما سره ګرانې همکارانې راسره دي، خپرونه پیل سوله، همدارنګه ځانګړي مېلمانه هم راسره دي. موسکا ولاړه خپل اشپزخانې ته، پخلنځي ته چې موږ ته برګر تیار کړي. نو څنګه وه یوه اونۍ مو فرشتې سینا؟ شګوفه جانې ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. رښتیا هم دا هفته چې وه ډېره زیات مصروف او ډېر خبرې دي چې به تا ته وکړم، او دغه خبره دې کوم ورنه څه رقم پېښې وسوې چې شي مې وکړل په جریان کې تاسو ټولو ته به ووایم. او ډېره ښه ده چې لیدونکو هم خبر دي چې موږ څه رقم هفته تېر و، بالاخره چې شپه و د هفتې په جریان کې کنه، خو ډېره ستړې وي هفته. او اوس هم فکر کوم چې د یوې لنډې دمې وخت را رسېدلی دی. د خپرونې په دې برخه کې دمه اخلو، وروسته له دمې نه به لیدونکو ته بیا دا هم ووایي چې راسره په خپرونه کې مېلمانه څوک دي او دوی ته به څه تحفې ولري. لنډه شان دمه اخلو، وروسته له دمې نه بیا هم موږ سره اوسئ تر رخصانه خپرونه دوام لري. ګلونو لیدونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې روغ جوړ اوسئ. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د رخصانه خپرونه یوه ټولنیزه خپرونه ده، او په دې خپرونه کې موږ تل غواړو خپلې خویندې، خپلې میندې راوبلو، هغه خویندې چې په بېلابېله برخه کې دوی هنرونه لري، دوی دندې سرته رسوي، دوی مسؤلیت لري او په دغه ټولنه کې په کار کوي. موږ هغوی رابلو تر څو هم دوی تشویق سي، او هم هغه زموږ خویندې چې ورته فعالیتونه سرته رسوي مې په کورونو کې دي، خپل هم جرأت نه کوي چې ټولنې ته راووځي، فعالیت وکړي، کار وکړي، او همدارنګه نه یې څوک تشویقوي. موږ په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې مېلمنې لرو، تاسو به د اونۍ په لړ کې شاهدان هم وي. او له نیکه مرغه نن هم دوه ډېرې قدرمنې مېلمنې راسره دي چې له دوی سره د دوی په ژوند، د دوی په فعالیتونو خبرې کوو. په پیل کې هم فرشته حیدري راسره ده چې دوی لیکواله ده، لندن داستانونه لیکي، او په دوی سره د دوی په لیکوالۍ خبرې کوي. او دا چې څه انګېزه ورسره پیدا شوه چې ښکلي داستانونه ولیکي،
او د دې ترڅنګ هم دا چې یو قدرمنه مور را سره ده چې دوی کار کوي فعالیت کوي لخپل وطني تیګو څخه دوی داسې ښکلي زیورات جوړوي او هم ځان لپاره دوی یو عاید لاسته راوړي هم ډېر کسان په دنده ګمارلې دي او د دې لامل څه ده چې نور کسان هم دنده ولري میرمن فاطمه شیرزاد را سره ده چې دوی تجارت پیشه میرمنه ده او د دې ترڅنګ دغه ښکلي تیګې چې دي هغه زموږ خویندې ښې پوهېږي د ښکلي ګڼه او زیورات چې دي د دوی له برکته دا رامنځته کېږي او جوړوي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم او په دې هیله یم چې په خیر راغلي اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، شکر چې راغلاست خپرونې ته. او په پیل کې راته ووایاست چې میرمن شیرزاد، دا ډبرې څه شی دي، څنګه مو جوړ کړي دي او څومره وخت نیولی چې تاسو داسې باندې جوړ کړي؟ یک سلام به تمام دوستایی که ما را از طریق تلویزیون لمر ما را مشاهده میکنن و به شما و به همکارای تخنیکی برنامه شما و تشکر از برنامه شما که چنین برنامه خاص را تلویزیون لمر روی دست میگیره و از ما متشبسین یا کسایی که در بخش صنایع دست کار فعالیت میکنیم ما را دعوت میکنن در برنامه. و در ضمن از او ما سنگایی که است که تولید وطن است از خود ولایت های مختلف ما به دست می آید، سنگ مرجان است، سنگ لاجورد است، فیروزه است، سنگ تایگر است و سنگ ملکیت است. سنگایی است که از تمام ولایت های مختلف به دست می آید سنگا و با ظرافت خاص یا جور میشه توسط خانم ها و بعضی جایش که کار آقایان می باشه آقایان هم است با ما کار می کنند. و همین خواهیم بیایم از اونجا خانم شیرزاد، همین وسایل را که شما با خود آوردین که در گردن ما هم یک دونیش هست یه دانم از ما پاره گرده مرجانی در باری ازی بر ما بگوین در قدم نخست هم ازی شروع میکنیم در قوطی که هست فکر کنم اصل هست چی هست؟ اصل هست اصل جنگلی که اصل جنگلی بسیار یک اصل خاصی هست که در تمام اصل فروشی که خاص باشه و اصل اصلی باشه بسیار کمیاب است و کم پیدا هست و بسیار به مشکل به دست می آید. اصل است که زنبورا روی همی جنگل یا چوبی که اصل است هر سال تولید می کنند و با مقسم دوستایی که خوش دارن و می خواهند از چونین اصل استفاده کنند بازی اصل است به نام اصل جنگلی است. ولی نوار دادیدی ماست که زدل کلرگه شدی چوینم در چی دی؟ امو چوبی است، امو جنگلی است که زنبوری از این اصل تولید کرده و با مو چی خاصش در بین بوتل ما پکیج کردیم. میرم شیرزاد تصویل چه در زنبور دیتا رازی زنبور در پختو چه وی؟ آقا مچای مچای بیا نسی چه مچای و تر طول نسی که چنگا؟ نخیلی یک همه بسیار خاص داره این اگر شما بوی کنین بوی بسیار خاص داره و تا که اونا را بوی میکنن شما در مورد از این معلومات آقایی اصل ممتست اصل ولایت بامیان است. خب البته ما اگر ما می آوردم یعنی مسئولات ما بسیار زیاد بود. آو کشته وارسینی؟ چرا؟ امی قسم است. خاصیت امی اصل امی قسم است. خب و طعم بسیار خاص داره از ولایت بامیان است. امی قسم از پکتیا از خوست از هر ولایت مختلف ما اصل داریم و شرکت در زیر دارم. خانم شیرزاد چه قسم میتونیم که اصل اصلی با اصلی که مثلا در شهر بازار فروخته میشه که اون زیادتر بوره هم رشکت میکنه تشخیص کنیم؟ اصل خالص کس مثلا اصل خالص میتونی روی خاک پرتی وقتی روی خاک انداختی هیچ وقت اصل خالص خاک جمع نمیکنه با خود اگر پس جمعش کنی اصل هم تو خالص است و پاک است و اصل خالص قسم فهمیده میشه که مثلا اصلی که خالص است یعنی 100 سال مگه 50 سال 10 سال پیش تو باقی بونه کیفیت خود از دست رنگ خود تغییر نمیده رنگ بیش تغییر نمیکنه کیفیتش تغییر نمیشه طعم و مزه کل چیزش در جای است. وی خنده شد خانم شیرزاد جان خیر است خیر مشکل بود در مورد از این برنامه بگوین که زعفران است از کدام ولایت است و چقدر وزن داره در کلش؟ زعفران هرات است و شرکت از خود ما هست و تولید و بسته بندی از خود ما هست که ما کار فعالیت از ایران مداره و فعلا زعفران بسیار مینازش بالا شده که بسیار قیمتش بالا رفته. آها و خلاصه بسیار مختصر در مورد ازیه معلومات ایدیس باند است. علاقه ما کس از سنگ است، از سنگ جور شده و میباقای سنگی که میمونه یعنی ما میخواییم که زایی نشه همین سنگی که هست به بسیار قیمتی به دست میایه و که به ظرافت که جور میشه بقای خوردترین سنگی که میمونه باز ما از اون تو جنس آره جور میکنیم. این بنام چیود میشه سنگ؟ سنگ جید برش میگیم سنگ جید. و همچناری که فیروزه است فکر کنم این علاقه ما فیروزه هست. فیروزه هست و میرقم یام از اون بقای سنگی که میمونه از اون باز ما میتو چنین چیز آره جور میکنیم. خب بسیار خوب. قیمتاش چطور است؟ این خوب فریزه هست لی برش گفته نمیتونیم به خاطر از اینکه مساله هم رشگرد داره چون فیروزه بسیار قیمت است
و یک توتی بسیار خرد ازی بسیار ارزش بالا داره فیروزه با اون خاطر مساله هست هم فیروزه هم رشکت هست با خاطر خاص نیست و این که باش لاجورد بدخشان و لاجورد بدخشان است بسیار خوب یک دستمندش در دست ما هست نه هم در مورد ازی بر معلومات اینو هم دگیش که در دست ما در مورد اردوش لاکت لاجورد ما کس از سنگای لاجورد بدخشان جور شده و بقایای سنگ لاجورد هست خود بدخشان است دیر که بله میرم شیرزاد تایگر یوا موضوع بلم چې کتا سمون ته وایا چې تاسو سره جونې څومره کار کوي میرمنې څومره کار کوي او بوخت دي په کار ته دوی کار کوي تاسو سره دور قبل البته تعداد یعنی 30 یا 40 خانم با ما بود کار میکرد در بخش پروسس بسته‌بندی اصل و زعفران ما کار میکرد در بخش خدمه زیورات ما کار میکرد ولایت تخار ولایت مزار شریف ولایتایی بودن که با ما یعنی اینا کار میکردن دختر خانمان بود و یک تعداد آقایان بودن با ما کار میکردن با این که تحولات آمد با آمدن تحولات خوی ناگذیر سر تمام ملت است این موضوع تنها سر ما شرکت های موضوع نیست به او خاطر تعداد کارمند ها فیلن کم شده تعدادشان محدود است شاید به تعداد یک ده خانم فیلن کار میکنند با ما در کابل البته در ولایت هم یک تقریبا یک 15 خانم با ما هست در ولایت های مختلف امدقا ممکن دیر زیاد بیارده که اوان میرمن دیده قابلیت لسه که چیوی بلی میرمن تا هم کاری زمینه پیدا که او آقای او آید لسه رو دی دیر لو افتخار ده بیاد چه مثلا خبرت لسه و میرمن و یا پینج لسه شده خوش آدامی تایی خانم شیرزاد یا بسو فرشته تا چون به حساب رومانتیک یعنی به لباس های گند افغانی و بسار ما تو ما این چیزه که جور میکنیم کسایی که لباس افغانی استفاده میکنن از تولیدات وطن بازی دیزاینر انتخاب میکنن با لباس افغانی مقصد مردم چگونه ایجاب میکنه که این چیزها رو بخرن چطور است خریدار دارن فعلا چون ما که میبینیم وضع اقتصاد مردم روز به روز ضعیفتر شده میره و خدا مهربان است که دوباره همی دولتی که فعلا هست یک دولت شوه که بر مردم اقتصادش جور کنه و تمام مردم بازم در دور جمهوریت جیبای مردم پول پر بود میتونستن از این مسئولات ما به درستی به خوبی خرید کنن حال متاسفانه جیبای مردم خالی است و ما هم درک میکنیم که مردم نداره پول و فرشته جان خودت دگم امی دخترها یک جای که زیورات میبینن کل چی زیادش میرن این موازی خود رزو زیاد پرسان کنیم نه دهیر خودی بکرینم و قدم دوم بر ما بکاسی که خودت یک نویسنده است چقدر قصه ها را یا داستان ها را نوشته کردی کتاب هایت به چاپ رسیدن است چرا قدم سازید خب تشکر زنده و سلامت باشین در قدم اول خدمت تمام عزیزان بیننده یک سلام گرم و صمیمانه با این گرمی امیدوار هستم گرمی نداره امیدوار هستم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنین و بتونیم یک مهمان خوب باشیم خب در مورد کتابم پرسان کردین بله من تقریبا از صنف هفت مکتب من داستانایی را نوشته میکردم چون با مردم خیلی زیاد ما ملاقات کردیم و دیدیم با فامیل خیلی زیاده و همین بود باعث شد که من داستانای اونا را نوشته بکنم و در این راستا که خیلی مرا حمایت کرده پدر جان مهربان بوده در مورد کتاب تن قطره های احساس در بورد ازی بر ما بگوین که چقدر وقت شد ایره نوشتین موضوعات ازی کتاب تان چی است و چقدر هزینه برداشت که بچاپش خب کتاب قطره های احساس کتابی بود که واقعا ما در صفحات مجازی وقتی که شیرش کردم خیلی فالوور گرفت و داستانی بود که شامل 4 داستان است که داستانای ازی تمامش از زندگی واقعی مردم گرفته شده و هزینه‌ش هم خوب بود دیگه یک هزینه بود که بر ما یعنی تانستم توانایی را داشتم که من این را به چاپ برسانم به هزینه شخصی خودتان بود بله به هزینه شخصی خودم بود شکر فرشته جان قند و اوستم وقت بلیدون که تیولان بشانده ما وقت لو رسته لدامینه برتا بیا هم را گرزو در افتان اخبروان را سراده دوی ملوانه و دستی نور ملوانه هم را سرادی خروان محیره دی پدرم امروز می خواهم برای مردی قلم به دست شوم و بنویسم که برایم فراتر از یک پدر است. می خواهم برای مردی بنویسم که بیشتر از پدر بودن برایم یک دوست است. همان همدم دانا و زرنگی که با سخنانش جادو می کرد و مرا چنان پرواز می داد که کودک بودنم را فراموش می کردم. احساس قدرت و توانایی می کردم. او مرا چنان پرورش داد و بزرگ کرد که هرگز احساس ضعیف بودن نکردم. پدرم همیشه برایم مثل یک کوه است، همان کوه بزرگ که هرگز فرو نریخت و همیشه با اقتدار ماند. کوهی که در زمستان یخ بست تا در تابستان من را از این که نهال کوچکی بودم
سیراب کند تا نخشکم و دوباره سبز و شگوفا شوم. گاهی برایم خورشید بود تا با نورش مرا روشن سازد و از بیمهری روزگار در خیر و امان بمانم. پدرم هرگز محرومم نکرد، همیشه به انتخابهایم احترام گذاشت، هرچند گاه گاهی از من ناراض می شد اما باز هم حامی و پایدارم بود. پدرم هرگز پشتم را خالی نکرد. بزرگترین هدیه‌ای که یک پدر می تواند برای فرزندش دهد این است که کمکش کند تا بیشتر بداند و بیشتر تفکر کند. پدرم برایم صفحه دانش و آگاهی را باز کرد و جرقه خواندن و نوشتن را در من روشن و نورانی ساخت. اگر امروز این گونه می نویسم و می خوانم از برکت اوست. امیدوارم روزی بتوانم کاری انجام دهم که باعث فخر او گردم. پدرم از کودکی قلم زدن را برایم آموخت، قلم به دستم داد تا خواندن و نوشتن را بیاموزم، برایم درس زندگی کردن داد. پدرم، شاید من فرزند خوبی نبودم اما تو بهترین پدر بودی. تشکر از مهربانی هایت پدر عزیزم. بسیار پیام مقبول داشت و بسیار خوب بود و دیر سر غارم یادونه و کمزی دیر داست پلارون دید سی غارد خپل اولادونو دیر زیاد خیال ساتی دا غوی حیلت درستول پر غوی سر گام پا گام آتیا که متاسفانه زین داست پلارون هم لروچ به خپل اولادونو بخصوص خپل لرگانو دا پرمختک مخنیست، یعنی دوی تا دا تحصیل حق نور که دوی تا دا خپل رشته د خوخې حکومت دوی د خوخې رشته د پغې کې تحصیل کی دغه حق ورته نه ورکې چې متاسفانه دا بیا پاینده کې ډیره زیاتې ستونزې راولاړي. هغو پلارونو نه هیله دا ده چې دوی خپل اولادونو ته حق ورکي او هغوی ونازوي. ولور ډیره ولور ډیره اخلي ځینې پلارونه په خپلو لورګانو باندې د داوند حالت کا خپل غم خوریا سینو کنه کی کم کی خپل پیغام وړاندې کړی دی بیا په منس کې هغه اساسي ټکی په کې ویل چې دا د ولور کم کوي نور کار کوي کنه کوي خدا ولور کم کوي کله مونږ نو پلرونو که زمون خبرم اوري بخي لمنځوي سي ځکه چې اقتصادي وضعیت ټول ځوانان ته معلوم دی، ځوانان بیکار دي، ډېر ځوانان مو هم څه غده مسافر دي، دی یونان په بو کې غرق شول او پیغل هم همداسې پلار په کورونو باندې زړې سولې. راځي چې دغه ستونزه لمنځوي سو اساسي ریشه هم درته ورول لمنځوي سو خپل لور خرڅ نه کو کلورم خرڅ نه کړل په دې معنی چې یعنی مونږ یو ډېر غټه ډاله یو بل کس ته ورکو او دغه ژوند به خوشبخته وي. راب سو فرشته جان دې ته چې تا خو ویل دی وم صنف نه ته لیکوالی کې په دې برخه کې پلار جان تر څنګ نور کوم موسادان تیر شوی دی چې په دې برخه کې تا سره همکاري کړی دی او ته تر دې ځای را رسولې؟ خب شگوفه جان عزیز، پدر جان ما که بود خودش یکی از استادان بود، استاد ادبیات پشتو بود و اونا مرا در تمام داستانم اونا همراهی من کاری میکردن. وقتی من نوشته میکردم نوشتیم به اتمام میرسندم، اونا میگرفتن و میخواندن، بعد از او برام میگفت که اینی قسمتش، اینی جایت باید تغییر بدی، باید یعنی در تمام راستش همراهی من پدر جان من کاری کرده. در مورد کتاب جدیدتون که در حال چاپ است، بله، در مورد کم معلومات بدین که چقدر وقت شد او را نوشتین و به چی وقت به چاپ میرسه؟ خب تقریبا 2 ماه شده که ما او را نوشتیش به اتمام رساندم. او هم کتاب داستانی است به نام عشق حسرت و انشاءالله به زودترین فرصت او هم به چاپ میرسه. بسیار خوب. دیگه نوزه به فرشته جان سره تا فرشته جان سره نه تصادف نه تو خبرمونه که کلا شگوفه جان میلمنه ولی رو کلا فرشته جان میلمنه ولی رو کلا میلمنی قدر من میلمنی سره به یو گیم دست تا سره ولو به او گیم دست ده زیوه جمله ویم ته به دیر زر په امغه جمله بنده یو امغه ادامه به ورکی او داستان به شروع کی سمه ده. هر کله چې ما دویمه جمله ویلی ته به دیغه جمله په اساس باندې خپل داستان شروع کی. صحیح په پښتو درته وایم که په دری دری بگویم. من صبحانه قدم زدم، من صبحانه قدم زدم، رفتم چکر در پارکا دیگه هم قبر بسست. نه داستان است، ادامه داره و داستان باشه که دقل در گل سو دیگه کی پارک رفته چکر زده شما آل چرا صبحانه تو قدم بزنی؟ حتما در ورزش رفتم ورزش؟ ما ورزش خود شما ورزش رفتم من در پارکا قدم میزدم. خب جمله ورتوی وی؟ او زر من هر روز صبح وقت برنامه تیار میشم ماسک میپوشم، بعد از او خود آماده میکنم، اول خود آماده میکنم باز ماسک میپوشم. خب دیان په دواړو کې متاسفانه ناکام شوله. شګوفه جان هم یوه جمله ورته وایي، لږ لنډه جمله وایي چې دوی زر ادامه ورکړي. یوه لنډه ورته وایم، ما صبحانه خیستم، ټوله خبر په صبح کېدم، صبح خیستم، صبحانه خوردم، آمدم به برنامه، بعدش ادامه. یک برنامه خیلی خوبه با
سه خانم عزیز، سه دختر خانم نازنین داشتم. دوباره از اینجا میرم به طرف خانه. اصلاً زباغت یه جمله وایم. فرشته جان تایوه جمله تاسم. نخیه چه برنامه شروع شی، زا فرشته جان سر ناس و ما روز در خانهاش پزی میکنم. اوه! ادامه بدین زودتر؟ اینا بایدامه از این نخواد داستان داشته باشه. ما روز در خانه آشپزی میکنم، باز یا دیگم شور میباشه یا به نمک میباشه یا میسوزه، باز مادر جانم پدر جانم بیادارم تمامشون سرم غال مغال میکنن، میگن فکرت دادیگ بگی دیر کرسته آخه رسته جمله وانه دیر که داستان اونه چه پول دیو سر دروغ وکنه نه راست بود نه راست بود نه از خورت که دیگه خرم کدی سر کار میشن به خاطر که فرشته جان قبل از اینکه برنامه شروع شوه بر ما گفت من هیچ آشپزی نمیکنم. خب اینا یک داستان دروغی نوشته. صحیح. بابا من طرف خانم شیرزاد. خانم شیرزاد لدین امیر بن شیرزاد لدین را توی تاس څنګه یو مور یی تاس خو آشپزی څومره د خوخې ور د تاس اولادونو ته تاس په خپل څومره په مینه غوته پخلی کوي. آشپزی ته بسیار علاقه دارم، محبت دارم به آشپزی به خاطر از اینکه اگر با محبت یک غذا را پخته نکنی و به غذا پخته کردن محبت نداشته باشی و همیشه ما بر دختره که میگم بچیم غذا را مثل فرشته جان گفت غذا را میسوزانم. دختر ما در ابتدا بسیار غذا را میسوختان، دیگر خراب میکرد. باز ما میگفتیم عموماً در خانه افغانا هم افغانا میگه است که میگه اگر سوخته و چکیدیش هم مادر پدر نخوره ایره که خواد خورد. به او خاطر باز ما بر اولادای دیگه بر برادرایش میگفتیم میفتیم بچیم باید سوخته و چکیده و چیزای زیره باید ما بخوریم به خاطر از اینکه خانه بخت خود اگر بره یعنی نمیخوره. باز ما همیشه بر دختر ما میتوصیه را میکردم میگفتم جان مادر وقتی که دیگ پخته میکنی محبت کنزره ده بینش بر تو. به خاطر از این وقت که در دیک محبت انداخته شوه با محبت با شور و شوق و غذایی که پخته شوه اگر یعنی هوا مادم گرم کنه روی کم ذره محبت باشه یعنی مو گرم و بسیار مزه میده یا غذایی را که تیار کنی که با محبت تیار شوه بسیار مزه دار میاد. خب بعض مردم هستن هیچ علاقه ندارن با آشپزی و چطور محبت تهش بندازن؟ باید بگو من فرشته بگو هیچ علاقه ندارم دختر خانمو باید هم اگیشان در غذا پختن علاقه داشته باشن به خاطر از اینکه هر دختری که جوان میشه نمیتونه تا آخر عمر در خانه پدرش بانه مثل که پیشتر شگفه جان گفت ولور بلند است و تو یعنی گپا عموما در بساری کسایی که پشتون هستن این ولور گپا در او جای زیاد بلند است کسایی که مردم فارسی زبان است او مردم ها قدر پشت ولور گپا نمیگردن یعنی دخترها تا آخر عمر خانه پدر نمیمونن باید تمام دختر خانم‌ها غذا پختن یاد داشته باشن. بله باید هر کار د کورس دکی خیر فرشته به نمونه تمرین که قدر مولی دون کو تاسو فکر مکه تاسو فرشته بیخی بیکاره ده بیکاره نه ده لتاس دوارو نه نړی مننه کو چراغ لای زموږ بلنه مو منله ډیر خوشاله سره روز خبرونه کرا سره وي مطمئنه چې لیدون کو هم دغه برخه ډیر ورته پزره پوری جالب و ډیر زیاته مننه کو خوشاله اوسئ قدر مون لیدون کو نه که یوازې نه یو نور قدرمن میلمانه به هم را سره وی خو تاسو لک چای نوشی جان کی بل ځای هم منی سه هم دا چینل پریګ دی ورسل دمه منتظر اوسئ چې کوم قدرمن میلمانه به نور را سره وی لند شندم اخلو ورسل غنه بیا هم تاسو پچو کول کی لیدونکو بیا هم شرغلس رخشانی خبرونه دوام لري هم دارنګ چې مخکې حسینا ویل چې ځانګړي ملمنه نور هم راسره دي نو څنګه مې میرمن یلدا ابراهیم خیل او فروزان صدیقی راسره ده دوی څوک دي چې لاسي صنایع لري هم دارنګ چې ډیر زیات میرمنې مثلا رازی لاسي غاړي جوړي د سپندونه جوړي هم دارنګ فروزان جان او یلدا جان هم مشترن خبرونه کې خپل د لاس زحمتونه چې ستل د کوم شیان چې تیار کړی لکه د لاسو د سمال چې د کوتې همدارنګ د قران شریف جبهه ده پتنوس د همدارنګ نور نو مخکې تر هغه فروزان جان ته شرغلاس وایم ډیر زیات شرغلاس همدارنګ یلدا جان ته شرغلاس وایم تشکر از اینکه ما را به برنامه زیبایتان دعوت کردین و تلویزیون طلوع و لمر همیشه همراه بانوها و صنایع دستی کسایی که کار میکنه همراه تمام هنرمندا بسیار همکار هستن ممنون که دعوت کردین و خوشحال هستم که یک برنامه دیگه هم با شما دارم خوشحال هستم ژوندۍ اوسئ یلدا جان تاتم خرغلاست وایو مننه خیرسه خوشاله ایم چې نن د ستاسو سره په دې خبره برنامه کې نو د یادول ورته قدمونه لرونکو چې دوی یو شرکت لري او دا ماته پوښتنه پیدا کړې چې په دې شرکت کې ټول انجونې تاسو سره کار کوي او کنه د هلکانو یا نارینه برخو نه هم تاسو کارمندان لري
بله و جالب هی است که در بخش نجاری خانم‌ها کار میکنن، یکی از ویژگی‌های بسیار متفاوتی که شرکت ما داره و در بخش متفاوت دختر خانم‌ها کار میکنن و پسرها آقایان هم هستن که از ما کارهای ما در بخش فرنیچر هم است و فرنیچر و نجاری‌هایی که زیاد سخت و ثقیل میباشه اونا رو مردا انجام میتن و بخش بچه ها و دختر خانم ها بخش طراحی دیکوریشن و حکاکی و این طرحایی را که شما میبینین مکمل کلش طرحای نورستانی است. بسیار از ولایت نورستان اینا طرحا منشأ میگیره، اونا این کارا رو میکردن و طرح پتوس را که اونا میبینن این طرح جالیکاری است و کلش مربوط مردم خود ما و شما هست. تاسی ویلیتی هم نارینه است تاس شرکت کار که هم خزینه خو اغه درانه لرګي څوک چې ګیدا وای دا د مثال وای چې د خځې او نر حق مساوي دی، آیا خځې نشي دسه درانه لرګي پورته کی؟ دقیقا ما میخواهیم امیر ثابت بسازیم که زن افغان زن ضعیف نیست و فعلا هیچ کدام فرق نمی کنه، هم کارمنده که در بخش چوب کار میکنه او هم یک چوب چهار مغز یک بازوی کف چکندن کاری میکنه، یک دختر خانم هم که بازوستای ظریفی که داره کار میکنه، هر دویشون دست هم داده کار میکنن و هیچ تفاوت در فیزیکشان نیست. دیشه یلدا جان در توی چه دا چی شده او څومره وخت کې کیش د آماده کړی دی، څومره وخت نیسی په کارولو کې چې ډیزاین یې نور کوي؟ دا د قران شریف جبه ده. دیشه څومره خام ډیره خیسته جبه ده، دننه کار شوه ده او دا خپل نجاری متفاوته وختونه نیسی کیږي په یو راست کې د نجاری خلاصه شي. به دا ډیزاین چې په کار شوه ده د نورستانی ډیزاین ده، دا په 200 یا 300 کې زمونږه فال انجن کار کوي. چې د ارچه د لرګي بلوت ته چې د لرګي عموما نورستانی کارونه عموما په ارچه او په چارمغز لرګو کې کیږي چې دا د ارچه خیسته لرګي. ما میخوام چې په چارمغز لرګو کې ځای را کوم دارید برتون نشان بده. پرشته به طرقه ده سینام و گره یو صندوقه که یو رقم پت کری دلتا زنی شو خود رو گرم کم صندوق خیلی خوش آمدید میگو مردوی تانو به برنامه خوش آمدید و در مورد ازی برنامه که اینی گروپ روی میز که ایره در شقه وقت درست کردین کی درست کرده چند نفر سر ازی زمان کشیده و قیمتش چند است؟ دلیل جور کردن این طرح ما که این چراغ های وطنی است، لایتایش مکمل دمیج ساخته شده و سیستم برکشیش تمامش این بوده که ما نخواستیم دیگه وسایل چینی یا دیگه کشورها اینجا وارد شود و خود ما یک صادر کننده باشیم. نمونه های بسیار خوب جور کردیم که طرح نورستانی است، کار شده با دست و چقدر وقت گفتین زمان گرفته؟ این یک وقت مخصوص برای حکاکیش در نظر گرفته میشه، یک تولید ما مکمل شاید دیدمی یک 15 روز یا 10 روز در بر بگیره و همچنان در مورد ازیشان بر ما معلومات دارید؟ بقیش باز حسین جان میه برتان میگه که چه رقم این باکس یکی از همشهری های ما که در بخش نقاشی فعال هستن سفارش داده بودن، میخواستن که امو پنسل های نقاشی خود دارش بانن نگه دارید. خب بسیار خب، یعنی شما مطابق فرمایش مردم جور میکنین؟ هر چی مردم ما هم بخش تولیدات داریم که خود ما تولید میکنیم، مثلا این میوه‌دانی رو ما خود ما تولید کردیم و سرپوش شیشه ای برش در نظر گرفتیم که مردم ها باز جنس های ما را که میبینن از طریق صفحه ما و بعدن انتخاب میکنه و سفارشی هم از بخش چوب هر چی جنس را که اونا خواسته باشن ما برشان آماده میسازیم. بله جانه کیمتونی چنگ دی گراندی هرزان دی خریدار لری کنه؟ خریدار وقت خو بازار پیسه دیر به بازار عموماً دا لرگی چی دی قیمت ها دی خپل داده هرچی لرگی دا نورستان و کنر دا غزگیان لاست رازی قیمت ها لرگی دی دا خاطر پده به لاسته صنایع قیمتون همیشه جگوی پده بانده کار که گی لگذاره قیمتون هایی ورکی بدیست چی مثلا دا خپل لاسته صنایع به هر تواست و خرچی یواز یواز به کابل که واسه و تراوز فعالیت به کابل که دانه نکابل که فعالیت لرو خوزن خپل خپلوان و ملگیر تقاضا که لکه دا صندوقچت شده دا قرار ده چه زمگه یو ملگره وی ایسی زن سا امریکا تا روانده آقای فرمایش ورکره دست ملگر ویسی خو آقا دا چیش دا پار ده که گدانی دا میوی دا پار ده نپم دا چیش دا پار ده؟ دا قلبون هلا پار ده؟ نه که به سوال بعدی تان برید من میخواییم در ادامه صحبت های یلدا جان همکار بسیار موفق اضافه کنم که ما در دوره جمهوریت بسیار تولیدات زیاد را خود صادر میکردیم که به کشور استرالیا و کانادا و امریکا هم صادرات داشتیم
و فعلا که از همون مشکلات ما یک ذره زیاد شده چون انتقال دادن این جنس ها یک مشکل شده. بله خدای بده امون که دو کهو از این میربانی ده بختان الان من این پرسان میکنم از تان که اکاکی معمولا روی سنگ میشه و روی چوب روی چوب مشکل است اکاکی و یا روی سنگ؟ اردوش سختی ها و مزایای خود دارم که روی اما هر دو کار که هست دقت بسیار زیاد کار داره و کار ما که هست ابزارش بسیار تیز و برنده است که اگر کمک هم فکرتان نارام باشه یا مشکل در ذهنتان باشه نمیتونین که مو کاکی رو درست کندنکاری کنین و ممکن است که خود زخمی کنین افگار کنین. بله زدل ترامم ندیل پر چه داده کور تو کنی تو چه کور که سفاده کیگی او خوشبختانه چه فرشته جان پا حکل دیر نپویگی نون مال چه دیل پر چه اسوانو ایت دم مرچ نمک دانی ده زراغم دل تا تر تو لدونگ تو او ایمه دیوه چه میویل پر ورنه کولی سو گچا واخلو او داخو اسینه و تر طول ورزی او دادی اکاکی شرخ کتا پورتا خب یه خبر خوش برای امکار ما که آشپزخانه است هم داریم که ما برای آشپزخانه هم یک پکیج مکمل از چوبی جور کردیم که میتونن مرچ نمکدانی بسیار شیک جور کردیم و قاشق های طراحی است که میناتور ریشکار شده برای دیزاین خب باید اینا رو برای ما توفه می آوردین دگنه که دور کرده بود انشالله اصلا فکر میده مقبول ترین چیزا همون چیزای سنگیست که خودش داره خبر ده بود که چیزای بسیار مقبول از چوب شما می سازین بیا شو قزوا بود انشالله سینه جان ما رو در آشپزخانه که دعوت کرد بهشان قاشقای میناتوری بیارم کردید که نو تب بیا خیر موسکا جان تب هم نه تو کرا رو ایدی پر حقل را تو وی چی ده چه ده یاد چل پر استفاده کی گی؟ و می خواهیم نوبت به یلدا جان بتم که یلدا جان می ربانی؟ دو نورستانی صندوق چه ده چه کی گی زیبرات بده که کی دو خیسته هاره که چه اینجون دیر ورسا شوق لری دا آقا پر دیزاین شده دیر که لیدون که مخی چه مونگ زیبرات آخیستی ولکه نه فرشته چه ما تا یو لاکت آخیسته و شگوفی و دستبند آخیسته و موسکا جان هم یو جورا لخته ایرات آخیسته وی زباقه پده که که گرم گوری چون رو خواسته بخکار هستی غارم دوی نبختن هستم فروزن چنی دیدی پاکلا را توی کم کسان تاثر کار که پدی شرکت که تعدادی چون را دا نارینه و دا خزینه و دا چا تعداد دیر دا و نارینه تر سر کار که دیگوی تعداد دیر دا یا که دا خزینه هنر ما یک پروژه بود که صنف های متفاوت داشتیم بخش پسرانه بر نجاری بود و دخترها در بخش اکاکی نورستانی و جالیکاری کار میکردن و فعلا در ولایت های متفاوت مثل قندار، هرات و مزار و کابل این پروسه ادامه داشت و خوشبختانه که تانستم خودم یکی از امو برنچ های مستقیم بر خود جور کنم و فعلا تقریبا 20 نفر امو تیم ما هستن که همراه ما کار میکنن در بخش های متفاوت او بالا پدیش انا نور چی دیر جوړه وای لکه فرمایش خلق د چی دیر درکې زیاتر میوه دانی چون مردم ما بر میوه خوش کنیدا زیات علاقه مندی دارن و زیات میوه دانی فرمایش میتن و زیاتر باکس های خورده که جور میکنیم بر زیورات و بر تحفه میباشه خارجی ها زیات از پیش ما میگیرن که زیاد اونا علاقه مندی به چوب چهار مغز وطنی ما شما بله. دارن دیر که تیپ وطنی میوه‌دانه که وطنی وچه میوه که خودل سی نواه واسه خوان لری و چون را باقه دسترخان کل ایسی لیدون که خبروان دوام لری قدر من میلمنی را سره دی و دوی سره به لا هم دوی پا کارونو خبری و که موسکا جان هم فکر کنم پا پخلنزی که من خواندور خواره پخ کردی نو دست سی پخ کردی اگه به هم ورسره و گرو خون لندشن دمالر بیا هم تاسو ټول ته خرغلاس په مخبرونه ته او ملمنه هم شته ما ټول ملمنو ته یو مزادار برگر بی برگر می آماده کو ډیر ساده آماده کیږي د ترکاری باب نه می دا آماده کړی ده ترکاری باب بونجورومی وو کاهو بادرنګ ده د ترکاری باب ډیر ساده ده او ډیر ساده جوړیږي د برگر او ډیر مزادار ده د ملمنو ته هم ورکوم اسینه او شګوفه او فرشته ته هم چې ټول خوري وای چې څنګه مزادار غلی ده کنه ډیر زیات مننه او ډیر مننه په کان زمه دې سوا مشه مو ته ترکاری څه تیار کړلې ترکاری هغه ترکاری نه چې موږ په سلاد جوړو او هغه شته خراب کړی او هغه نه استفاده نه کوو نور ترکاری وو بول دې توته کړی نو فروزان جان تیم واخله یلدا جان تیم واخله او مسکا بوي چې شما زکی شب گوین که چطور است میسانی نو چگم اجازه داریم مسکا پس کنیم دخسی مسکا تو گونه کی او اجازه لري یلدا جان تیم واخله
دیگه در مده ترکاری باب نجور کن وقت نلری ساسج میپکه و چه و نتاسو مخوری کار که دیکل نکل جور کریم او دیر ساده جوریگی و موادم دیر ساده هر صبح کولشی چه جور که دیر وقت کم نیسی او دوتا وی سرد برگر گرم نده کنه سرد ده او یخ دی یعنی خوندور کاری زی فکر کنم موسکا جان ماشمون رو بودت میره خواهک سی کنم او ماشمون خود دیره کالی سی مازیگری من دیورتا تیار کنم حواستانه ده کنید ماشمون رو دیر خواهک سی کنم دیر شد خیبی ویتی مثلا مازیگر من دیده سی و ساده چیز رو تیار کنم سهر مزادار صبحانه هم کیگی چه گیز تیار کی یو بکی آگی و چی جوشانده آگی بسیار زیاد مزدار، زیاد پس و کسایی که خصوصا مادرهایی که وظیفه دارن یا خواهرهایی که مسئولیت آشپزی دارن برشان بسیار یک تریک آسان است میتونم قرار یک خواهر خواهر بسیار مشکل می داشته باشم چون من و شوهرم یک جای از خانه مبراییم از یک طرف باید خانه رو منظم بسازم از دیگه طرف باید چای آماده کنم بعد از این تریک آسان یاد گرفتم ده مشکل خود طول لری بزنم ده مشکل لرم دارین ندارین؟ نه خیلی من یک سال از سارسیم میشه مبارک باشه یا دجانی تو مزادار اول کنه خواهد شو کنه ما دیر خواندور دی دا چوک چه آشپزی که تنبله دی لکه از ما غنده دار تا دیر آسانه طریقه دی آشپزی دی نزده؟ نه سوزوالی خوصی؟ او سوزوالی خوصی سوزوالی خوصی دجانی دستو خانه ببرین فقط در بخش تراییش نظر میتونم در خانه بخش ترایی کار میکنم روزان چان یو کل کیسی واده دی کرده کنه؟ بله مسئولیتونو که دیتونه تفاوت را غلای فرق را غلای مثلا کلا دیتی واده نو کرده چوم را سهولتو در تا چوم را خوشه خوشحاله خو دیوستم خدای لرگیه خو کلا تی انسان داقه مسئولیت نیور بانی دی راحت تایی کنه وستنگ دیزوند خوان خب از ما برعکس از دیگه آرسا بسیار یک آرس خوشبخت بودیم چون خانواده خسران ما هم خانواده است که همیشه همراه ممکار هستند و از این که ما را مثل یک خانم خانه ترید کنند زیادتر اونا در بخش تجارت ما همراه ممکار هستند و هیچ وقت خود حس نکردیم که ما آرسی کردیم یا مسئولیت های زیاد شده برعکس بسیار زیاد شوهرم همراه ممکار است در تمام کارها همراه زیاد دستپیشی میکنند و همکاری است در کار خانه نمی کنم و زیادتر در کار میکنی در خانه کار علم در خانه خسرانم بله یا بله خانیم جدا است از خسرانم با صورت خانه خودم کمال باخته داریم صبح که دیگه خانه بسیار وضعیتش خراب می باشم میرم خانه باز پیش از آمدن شوهرم یک ساعت پیش میرم ملازم کل جای پاک جور میکنم تا یک دش متفاوتم برش از روی یوتیوب جور میکنم که میگه که خسرم زیادتر وقت دوست پخته می که میخوره میگه ایده از بازار خواستی آشپزی که دیر شده من صنف هفت مکتب بودم که آشپزی میکردم سمرا خواه و حال تا حال ادامه دارم یه ارز به انشالا مونگ هم در ملمس و گرچه دیر مصروف همی خو خیره و جمعه به زمونگ لپاره هم وقت را که آیو خواه غذار خوب مزدار پخته میکنی زیادتر بریانی را زیاد خوب پخته میکنم چون دو تا برادرکای نازدانه دارم که اونا بسیار بریانی خور هستن همیشه که در خانه صدر من بودم بریانی فرمایش میدادن دمو دیگر زیاد چی شدین عادت کردی و گرم شدید آیا دا جان ترا تو ایت پکور که چی دیر پخه کم کارو نکه پکور که خوصه ایداش پزی خوب نکه یا به حالا قور سر نلیر نور کم کارو ندیس که خوزه ای وازه ما کور مسئولیت دیر وی کور که که ما خب پخلی مرد اپرید نه پخلی به مرد اپرید و مردم دا تو که از طول مسئولیت کور دیز ما پخلی تکوا سیز مرد اپرید خیلی کم کردی باید رایدی بیانا نور کردی که مثلا دیزاین پاک کول چارو کول دیدی صرفون و لخو منزل دی کم دی باید کالی و تو لخو منزل من خواخیگی و تو مخواخیگی و تو سمشاق دی خو لخو منزل داشت پس خانه میز مخواخیگی دیش نگوار چه اشپز خانه خود دلارسی بس ولی چه روزان جان خیلی نظر بر که در تزین نشایانو تا آقا خدا در فرشته و شو گفه خواهی چیز دانه در زخنان بیاس سرکی که نیست دوم را دیر کار که؟ نخواهی نه چون از یکی از خواسته های ما بود همیشه که میخواستم یک چیز نو خلق شو زیاد لذت بخش است کار ما و پروسس داشته باشه که چیز نو خلق کنیم مردم بسیار زیاد استقبال میکنه هیچ خستگی نه دیر بانه نکم چراغ لیخ پروانه تا کورم وادن خوشحاله و سید دیر بانه نکم ده حسینه نه ده شگوفه نه ده مسکان و طول تخنیکی هم کارانو نه سیمونک سرم رسته که همیش پروانو که رسته را ایخ پروانه پامده و خکلی ده خیسته ده
او وستم فکر کوم د خبرونه د پای شی وی دی مجبور یو تاسو خدای پمانی کو تر بیا چې تاسو درنه خدمت او چوپړ ته حاضرې کو تاسو ټول په لوی بخون کې سختن تعالی سپارم هر چیرې سی خوشاله سو کال ژوند ولري الله مال خوشاله شپه وختونه خدای پمانی.